بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض می کنم و آرزومند سرفرازی و شادکامی یکایک عزیزان حاضران و غایبان هستم و برای همه از خداوند بزرگ توفیق طاعت و خدمت به خلق می طلبم. خب، داستان تقریبا به پایان رسید، داستان اعرابی و خلیفه، و اکنون نوبت نتیجه گیری است و یا دنباله است که مولانا خود به داستان می‌بندد و نکته های نیکویی که استخراج می‌کند. نوبت قبل برای ما یک مثال بسیار عالی زد که چگونه ما معنا رو از صورت تفکیک کنیم و به خاطر صورت معنا رو نشکنیم و نسوزانیم. گفت که اگر مرد مؤمنی یک بت زرین پیدا کند، گر بت زرین بیابد مؤمنی، که این حلد آن را پی سجده کنی. او رو رها نمی کنه، نمیگذاره که بت پرست بیاد او رو برداره و ببره و بپرسته، یا اینکه او رو به دور بیفکنه، در چاهی بیفکنه. نه، کاری که می کند تفکیک صورت از معناست. میگوید که صورتش بوته ولی جنسش طلای نابه، میبرد و این بوت رو ذوب میکند، این فلز رو ذوب میکند، صورت او میرود اما معنای او، گوهر او و جنس اصلی او باقی میماند. خب این سخن مولانا چنان که اشاره کردم خیلی معنی داره، خیلی مدلولات مهم داره در عالم معرفت شناسی و در عالم دین شناسی. در حقیقت حرف مولانا این است که بر حرف هیچ کس من هنگشت اعتراض، آن نیست دست سون که خط خطا کشد. هر سخن باطلی رو هم که بشنوی در دل او یک حقی نشسته است. مرحوم عین‌القضات همدانی، کسی که عاقبت بسیار ناگواری داشت و به سعایت و حسادت پاره از صاحب منصبان دوران خود در قرن پنجم هجری، ایشان یا قرن ششم، ایشان شمع آجین شد، یعنی او رو به دار کشیدن و در بالای دار در پایین بدنش و سراسر بدن شمع‌های روشن کردن تا پوست او و گوشت او به تدریج بسوزد و آب بشود، و این چنین او رو به قتل رساندن. جزو شهدای طریقت بود در جوانی. سرنوشتی خیلی شبیه سرنوشت عیسی مسیح علیه السلام داشت. تقریبا در همان سنین بود که او رو به زندان افکندن و سپس به این نحو اندوهبار و تراژیک او رو بردار کردن و کشتن. کتاب‌های بسیار داره، در همان جوانی بسیار نوشته است و کتاب تمهیداتش از مهمترین کتاب‌های اوست. همه هم به فارسی است و خوشبختانه به فارسی بسیار نیکوست. قرض من فقط این نکته است، در اونجا می رود سراغ اعتقاداتی که مسلمان‌ها آنها رو باطل می شمارند، مثلا بت پرستی که دیگه از اشهر اعتقادات باطل نزد دینداران است و بالاخص مسلمانان، و اونگاه اصرار می ورزد و می گوید که گمان نکنید این باطل‌ها از ابتدا اینقدر باطل و نامعقول بودند، یک ریشه حقی، یک ریشه عقلانیتی در اینها هست. به مرور زمان غبارها بر آنها نشسته، حجابها نشسته و اکنون این چنین ناپذیرفتنی و هضم ناکردنی می نمایند. لذا درون آنها را بکاوید، شاید حقهای نکات عالی پیدا بشود. این که تازه توصیه، یعنی حرفی است در باب سخنانی که باطل می نمایند، که به ما میگوید که ای بسا با حفاری بتوانید از همین چاه آب زلال و سالم بیرون بیاورید. توصیه ایست به کسانی که فقط خودشون رو محصور به یک مکتب کردن و گمان کردن دیگران، هر مکتب دیگری، هر آیین دیگری هرچه بگوید باطل است، لذا گوش رو بر اونها باید بست، چشم رو بر اونها باید بست. این هم یک برخورد خیلی نامناسبی است در عالم معرفت و در عالم هدایت و طریق جویی، برای اینکه خب بسیاری از سخنان هست که ما
ممکن است که دین ما نگفته باشه، بزرگان دین ما، علمای دین ما نگفته باشن، به اون نکات نرسیده باشن، تمام حرفهای حق که در یک جا جمع نشده، ای بسا که بیرون از اینها هم انبانها و بلکه دریاها از حقایق وجود داشته باشه. به قول بتران راسل میگفت بعضی ها میترسن، میگن که وای به اونهایی که زیاد کتاب میخونن چون ذهنشون مغشوش و مشوش میشود. اون میگفت که اتفاقا باید از کسی ترسید که فقط یک کتاب خونده و همه دانشش و معرفتش و برداشتش از همون یک کتاب است. درست هم میگوید. ببینید یکی از سخنان معانی این سخن مولانا هم این است که نه تنها اگر بوتی یافتید اون بوت رو صورتش رو بکنید اما معناش رو حاصل کنید، بلکه میگوید جاهای دیگه هست که بوت نیست بلکه ذر ناب وجود داره، صورت بوت هم نداره، چرا به اونجاها رو نمی کنید؟ یا اگر در راهتون قرار گرفت چرا پشت می کنید و چشم می بندید؟ این یکی از نکات نیکویی بود که مولانا برای ما گفت و به دنبالش هم آورد که بهره کیتی تو گلیمی را مسوز و صداع هر مگس مگذار روز. اگر در یک گلیم یک فرش گرانبها یک کک یا ساس رفته، اون ساس رو دفع کن، نه اینکه به خاطر او کل این گلیم گرانبها رو بسوزانی. بت پرستی چون بمانی در صور، صورتش بگذار و در معنا نگر. حالا قصه فقط قصه ادیان نیست، همه چیز در این عالم این چنین است، صورتی داره و معنایی. شکافتن این صور و ورای آنها رفتن و به معناشون رسیدن کار باریک بینان و هوشمندان است، کار کسانی است که سطحی نیستن، به سطح نظر نمی کنن، به کف نظر نمی کنن، کف رو می شکافن تا به آب برسن. و این کار البته تمرین می خواد و این کار البته چه میخواد؟ کسب مهارت میخواد. کسب مهارت چگونه؟ در کنار یک هوشمند تیزبین زیستن و با او بودن و این گونه نگاه نافذ رو از او آموختن و برگرفتن. حالا طبعا مولانا بعدن که اینجا در صفت پیر و متابعت وی سخن میگه به همین نکته بعدن اشاره میکنه که برای اینکه آدمی به حقایق راه پیدا بکنه کافی نیست که بگوید من دقت میکنم، من حواسم رو جمع میکنم، من کتاب میخونم. نه، اینها کافی نیست، ممکنه لازم باشه یک نظری، یک نگاهی از بالا هم لازم است که از جای دیگه بعد اون رو آموخت. بعد هم نکته دیگری برای ما گفت که خواندیم که با کسانی که هم راستا و هم قبله و هم مقصد تو اند رفیق شو و همراه شو. نپرس که این از کجا میاد اون از کجا میاد. مرد حجی همراه حاجی طلب، خواه هندو خواه ترک و یا عرب. اگر قصد حج داری ببین چه کسی دیگری هم قصد حج داره، میخواد ترک باشه، میخواد عرب باشه، هندو باشه، چینی باشه، هیچ فرق نمیکنه. اون چیزی که آدمیان رو گرد هم می آورد و اتحاد می بخشد مقصد اونهاست، غایت اونهاست، ظواهر اونها نیست. غایت و مقصد همون معنایی است که در حرکت وجود داره، که در عمل وجود داره. عمل ظاهرش چیزی است اما وقتی که از طریق نیت و غایت نظر کنید اونگاه چیز دیگری می شود. بنابراین نیت بین باش، غایت بین باش، معنانگر باش. من گرن در نقش و اندر رنگ او، بنگرن در عزم و در آهنگ او. گر سیاه هست او هم آهنگ تو است، تو سفیدش خوان که هم رنگ تو است. تا اینجا رو خوانده بودیم. مولانا ما رو به اینجا رساند که این حکایت گفته شد زیر و زبر، همچو فکر عاشقان بی پا و سر. اشاره کردم خدمت شما که وقتی مولانا میگوید که این حکایت زیر و زبر گفته شد، یعنی من به سبک داستان سرایان این حکایت رو بیان نکردم. نه فقط این حکایت، هر حکایت دیگری، 245 حکایت بلند و کوتاه که در تمام مثنوی، در 6 دفتر مثنوی وجود دارد، عمدتاً چنینن. هیچگاه مولانا از ابتدا تا انتها داستان رو نمیگوید تمام کند و بعد نتیجه بگیرد. در میان داستان چنان که دیده ایم و دیده اید
گشت ها می زند، به این سو به اون سو، از این باغ به اون باغ، از این صحرا به اون صحرا، و ما رو به دنبال خود می کشاند. البته سررشته رو هم گم نمی کند و دوباره به جاده اصلی، به راستای کلام بر می گردد و حکایت رو تمام می کنه. این رو می گوید زیر و زبر. چرا زیر و زبر؟ چون حال خودش زیر و زبر است. این زیر و زبر گویی امر عمدی نیست، یعنی یک سبکی نیست که بی حساب در کار او و در حکایت گویی او، در پوئتیک او، در بوتیقای او، در روایتگری او پیدا شده باشد. این حکایت ها و روایت ها از جان او برمی‌خیزد و چون جان پر زیر و زبری داشت مولانا و واقعا یک دمی بالا و یک دم پست بود، داستان ها هم به دنبال او کشیده می‌شد. او به دنبال داستان نمی‌رفت، حکایت رو به دنبال خودش می‌کشاند. من یک بحث مبسوطی داشتم و بعد به صورت نوشته در آمد که این واژه های زیر و زبر در ابیات مولانا، چه در مثنوی و چه در دیوان شمس، مکررن به کار رفته است. تمام دیوان حافظ که 4500 بیت است به تقریب، یک بار فقط زیر و زبر به کار رفته، اما در دیوان در مثنوی و دیوان شمس بارها و بارها این واژه به کار رفته. من در آثار شاعران دیگر هم دیدم این واژه چندان کاربردی نداشت. خب سر این چیز، سر این است که گوینده، سراینده این دفترها، یعنی مثنوی و دیوان شمس، خودش زیر و زبر می شده است و لذا این لفظ بر زبان او جاری می شده است. گفتم که هرچه در روان شما می گذرد بر زبان شما هم می گذرد. کلمه دیگر کلمه شکر و قند و حلوا و امثال اینهاست. بارها و بارها و بارها مولانا از شکر و شیرینی و قند و حلوا و غیره سخن گفته دیگه. حالا من نمیخوام اون ابیاتی رو بخوانم و نمونه های رو ذکر کنم، خودتان میتوانید پیدا کنید، اونقدر فراوان است که حاجت به ذکر مثال نیست. ببینید این هم به دلیل این استش که مولانا یک جان شیرین، یک کام شیرین داشته است. شیرین کام بوده، تلخ کام نبوده، ولذا چندان سخن از تلخی نگفته است. شهر ما فردا پر از شکر شود، شکر ارزان است، ارزانتر شود. خسرو شیرین جان نوبت زده است، لاجرم در شهر قند ارزان شده است. نقل بر نقل است و می بر می، حلا بر مناره رو بزن بانگ سلا. اشتران مصر را رو سوی ماست، بشنوید ای توتیان بانگ دراست. در شکر قلتید ای حلواییان، همچو توتی کوری صفراییان. الی آخر الی آخر. چرا؟ برای اینکه جان شیرین داشت. یک بار خدمت شما عرض کردم که بیشترین بسامد در کل مثنوی از آن کلمه جان است، نه از آن کلمه عشق. بعد از جان عشق قرار می گیرد. کلمه جان کلمه است که بیش از هر کلمه دیگری در مثنوی به کار رفته. عشق هم البته تقریبا پا به پای او. چرا اینطوری است؟ دلیلش این است که این مرد اصلا به تن اعتنایی نداشته، اصلا متعلق به عالم جان بوده. این حرفا مبالغه نیست، اصلا توی این دنیا جان میدیده، چیزهایی که غیر جانن نمیدیده، کف روی آب رو نمیدیده، اعتنا نمیکرده، به آب زیر کف که همون جان زیر تن باشه توجه داشته. عشق هم که دیگه البته متاع بازار اوست، متاع دکان اوست و همه جا ظاهر میشود و همین عشق است که به او جان بخشیده، همین عشق است که او رو شیرین کام کرده است، همین عشق است که او رو زیر و زبر کرده است. اینا همه به هم میپیوندند و در یک مجموعه سازگار سازوار گرد میآیند و وجود و شخصیت و ماهیت و صورت و معنای یک شخصیتی به نام جلال الدین بلخی رو میسازند. لذا این که میگوید که این حکایت گفته شد زیر و زبر، یعنی من شاعر زیر و زبر شونده این حکایت را به نحو زیر و زبر شده ای در اختیار شما قرار دادم. بعدش هم میگه همچو فکر عاشقان بی پا و سر. بی پا و سر یا بی سر و ته به اصطلاح ما، بی سر و ته یه وقت یک معنای منفی مذموم داره، یه وقت یه معنای خیلی مثبت مطلوب داره.
بی سر و ته، آره یعنی بی سر و ته دیگه، لازم نیست توضیح بدی. اما وقتی مولانا به کار میبره میگه بی پا و سر، یعنی چی؟ یعنی من خودم بی پا و سرم، من خودم بی پا و سرم، لذا حکایت گفتن من هم بی پا و سر میشود. اونجایی که میگه بی خواب و خور کردی مرا، بی پا و سر کردی مرا، خندان و شادان اندرآ ای یوسف کنعان من. این بی پا و سر در راه عشق است، چون میگوید که با یکی پا عشق، با یکی سر عشق نتوان باختن، با یکی پا، با یکی در عشق نتوان تاختن. نمیتوانیم با این سر و پای معمولی در عشق بتازیم، باید بی سر و بی پا بشیم و اونگاه هست که میتوانیم دونده طریق عشق بشیم. لذا این به اصطلاح روایتگری مولانا رو برای ما روایت میکند، حکایت گویی او رو برای ما حکایت میکند که همچو فکر عاشقان بی پا و سر. من وقتی مقالات رویای رسولانه رو می نوشتم به همین بیت مولانا استشهاد کردم، گفتم این دقیقا نحوه حکایت گویی قرآن هم هست، همچو فکر عاشقان بی پا و سر. گفتم این تشویش ظاهری که در نظم قرآن وجود داره و مثل یک کتاب شسترفته تألیف شده نیست، پارهش محصول رؤیایی بودن اوست، محصول الهامی بودن اوست، محصول فشار و هجوم حقایق است به ذهن مؤلف، به ذهن رؤیابین، که وقتی بیرون میریزه ظاهراً بی نظم است. همچنان که شما تجربه رؤیا دیدن رو دارید و میدانید که پاری از حوادث بدون اینکه ارتباط چندان منطقی یا علی و معلولی با هم داشته باشن در خواب ظاهر میشن. حالا اگر همونها بر زبان شما هم جاری بشه، اونگاه میشه بی پا و سر، اونگاه میشه زیر زبر. این حکایت گفته شد زیر و زبر، همچو فکر عاشقان بی پا و سر. حالا بی پا و سر رو معنا میکنه، سر ندارد چون از ازل بوده است پیش، پا ندارد با ابد بوده است خیش. من به گمانم این رو شارحان ننوشتن، ولی اگر من درست بیاد داشته باشم از معلمی که به ما قدری زبان شناسی یاد میداد، مولانا در اینجا گویا نظر داشته به اون ریشه این واژه ازل و ابد. گفتن که ازل همون اثر است، یعنی ا و سر، سر به فارسی سین و ر، یعنی بی سر. ابد همون اپد است، پد یعنی پا، همون که توی پدیاتریکس و پدیاتریشنز و اینها داریم، یا پدستریانز یعنی پیاده رو. پد اپد یعنی بی پا، ا در فارسی به معنای یعنی پیشوند نفی است، امرداد، نامیرا، اپرخیده و امثال اینا. همونطوری که در یونانی هم هست، ا مثل اتم و امثال اینها. سر ندارد از ازل بوده، یعنی این سر نداره چون ازلی، اصلا ازل یعنی بی سر. پا ندارد با ابد بوده از خیش، پا نداره چون ابدیه، یعنی بی پاس. خب این حالا به لحاظ لغوی که احتمالاً مولانا در اینجا چنین ذوقی رو، ذوق بلاغت آمیزی رو و ریشه شناسانه‌ای رو نشان داده است. اما نکته مهمتر اینجاست که میگوید که این حکایت، یا بلکه فکر عاشقان که این حکایت هم بر الگوی او ساخته شده و روایت شده، این ازلی و ابدی است، نه سر دارد نه پا دارد، از پیش از ازل بوده بعد از ابد هم هست، یعنی اصلا در لازمان قرار داره. خب این فکر عاشقانه چیه که اول و آخر نداره، ازلی و ابدی است؟ خب این همون مفهوم عشق است دیگه، و عشق در واقع از نظر مولانا به معنای وجود است، به معنای حقیقت الحقایق است، اصلا خود خداست، نام دیگر خداوند است. من یک باری در دروس خودم میگفتم که در روی زمین شبیه ترین چیز به خداوند عشق است. اگر میخواد یه چیزی رو ببینید، پیدا کنید که خیلی شبیه خداونده، خیلی در مفهوم عشق دقت بکنید.
بلکه اگر میخواید خدا رو تجربه کنید، عشق رو تجربه کنید. همون عشقی که هم برای شما جوشندگی و چالاکی و شور و هیجان میآورد و همین عشقی که در حقیقت وجود شما رو زنده میکند. یعنی بعد از اینکه به قول مولانا مرده اید، زنده میشید، گریه اید و خنده میشوید. این عشق به شما میتونه بگه، و این عشق بی صورت هم هست، یعنی وقتی که میاد صورتی نداره، همه ی وجود شما رو فرا میگیره. عشق به معنای احساسات نیست، به معنای ایموشن نیست، به معنای یک وجود دیگری است که آدمی پیدا میکنه، وجود عاشقانه. این ازلی و ابدی است، به همون شکلی و به همون معنایی که خداوند ازلی و ابدی است. سر ندارد، از ازل بوده است پیش، پا ندارد، با ابد بوده است خیش. اصلا دور گردون هازه، دور عشق دان، گر نبودی عشق بفسردی جهان. این عالم رو عشق خلق کرده، عشق به جنبش درآورده، همه چیز حرکت میکند. به قول مولانا حرکت جوهری یه حرکتی است به سوی چی؟ به سوی معشوق، یعنی به سوی غایت الغایات، به سوی منتهى الاشواق و الحرکات. همه این شوق ها که در وجود عالم از ماده گرفته تا غیر ماده جاری است، اینها منتهی می شود به منتهى الاشواق و الحرکات، یعنی اون مقصدی که همه عشق ها و شوق ها متوجه به اون مقصدند. اینه که فکر عاشقانه نسب می برد و نصیب می برد از یک امری که ازلی و ابدی است. یعنی اگر شما عاشق شدید، به تعبیر دیگه وصل به ازل و ابد می شید. شما به اترنیتی وصل میشید، شما اصلا موجود ابدی میشید دیگه. در سایه اون عشق وقتی که زیر آفتاب عشق قرار میگیرید و ذره ذره اجزای وجود شما روشن میشوند، این روشنی دیگه شما رو به خورشید ازل و ابد متصل میکنه و همواره و جاوید خواهد بود. کسی که از عشق بهره مند نشده در واقع مرده است. مرده است و این تعبیری است که خود بزرگان ما فراوان آوردند در اشعار خودشون و حکایت کردند برای ما که هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، بر او نمرده به فتوای من نماز کنید. شعر حافظ است دیگه، بله. حدیث حضور مجلس انس است و دوستان جمعند و ان یکاد بخوانید و در فراز کنید. رباب و چنگ به بانگ بلند میگویند که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید. هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، بر او نمرده به فتوای من نماز کنید. یعنی مرده است ولو اینکه به ظاهر نمرده است. البته یک نسخه بدل دیوان حافظ هم میگه بر او چو مرده به فتوای من نماز کنید، اما به گمان من بر او نمرده به فتوای من نماز کنید حافظانه تر است، یعنی متضمن یک پارادوکس است، نمرده اما در واقع مرده است. خب این است سخن مولانا. سر ندارد چون ززل بوده است پیش، پا ندارد با ابد بوده است خیش، بلکه چون آب است هر قطره از آن، هم سر است و پا و هم بی هر دوان. یک مثال جالبی هم میزنه، میگه موجودات کروی مثل قطره آب اینا سر و پا ندارن. یعنی اگه میخوای ببینی تو این عالم ماده میشه چیز بی سر و پا پیدا کرد که بی سر و بی پا ولی میدود، مثل قطره ای که یا گلوله ای که روی زمین میغلطد. گذشتگان فلک رو هم چون کروی و گرد میدونستن، بی سر و پا میدونستن. در شعرهای حافظ از تا بی سر و پا باشد اوضاع فلک زنده است، در سر هوس ساقی در دیده شراب اولا. بی سر و پا بودن فلک به معنای کروی بودن او بود. مولانا هم همین رو میگه، بلکه چون آب است هر قطره از آن، هم سر است و پا و هم بی هر دوان. حاش لله این حکایت نیست هین، نقد حال ما و توست این، خوش ببین. زن که صوفی با کر و با فر بود، هرچه آن مازی است لا یذکر بود. هم عرب ما، هم سبو ما، هم ملک، جمله ما یعفک و انهو من افک.
خب حالا یک گام دیگر برمی‌داره مولانا. این حکایت نیست، اصلا نقد حال من و شماست، یعنی وصف حال من و شماست. این در ابتدای دفتر اول اگه یادتون باشه داستان کنیزک رو که مولانا شروع کرد، گفت بشنوید ای دوستان این داستان، در حقیقت نقد حال ماست آن. نقد حال خیش را اگر پی بریم، همز دنیا همز عقبا برخوریم. نقد حال ما یعنی وصف حال، یعنی بیان حال فعلی ما. خب در این حکایت ها معنیش این است که باید خودمون رو ببینیم. خلاصه حرف این است، خودمون رو در این حکایت ببینیم، همطور که مولانا خودش رو در این حکایت میدید و من در درج کلام و در شرح این حکایت خدمت شما یادآوری میکردم که وقتی که میگوید تا بد اینجا بهر دینار آمدم، چون بدیدم مست دینار آمدم، من غریبم از بیابان آمدم، بر امید لطف سلطان آمدم، بوی لطف او بیابان ها گرفت، ذره های ریگ هم جان ها گرفت. اینا وصف حال خودش بود، یعنی اعرابی فراموش شده بود، خلیفه فراموش شده بود، مولوی بود و خودش رو در محضر معبود، در محضر معشوق وصف حال خودش رو میگفت، گرچه از زبان اعرابی میگفت. اصلا این قصه ها بهانه است برای اینکه اون حرف خودش رو بزنه، میخواد که قصه گویی بکنه، نه فقط حرف خودش رو بزنه، حرف دل ما رو بزنه، ما رو هم به همین مسیر بیاندازه، همین احوال رو در ما هم بیدار بکنه. هر یکی از ما خودمون رو انفرادن در این حکایت ها ببینیم و بخوانیم. ببینید اونجا مولوی داستان خیلی زیبایی داره، داستان که نببخشید، غزل خیلی زیبایی است که صد نامه فرستادم صد راه نشان دادم، یا راه نمیدانی یا نامه نمیخوانی، گر نامه نمیخوانی خود نامه تو را خواند، و راه نمیدانی در منظر رهدان. این حرف یعنی چی؟ گر نامه نمیخوانی خود نامه تو را خواند. این نامه آدمی رو میخوانه، یعنی این حکایت داره مرو میخوانه، داره در او من خوانده میشوم، من دیده میشوم. نامه هم ما رو میخوانه، یعنی وقتی که شما کتابی میخونید، داستانی میخونید، متوجه باشید که این داستان داره شما رو میخوانه، یعنی داره وصف حال شما رو بیان میکنه، به شرط اینکه گوش شنوایی داشته باشید و قصه رو از این دید بخوانید، ببینید که این چگونه به کار شما میاد، چگونه منطبق بر وضع شما میشود، یا چه احوال ایدئالی رو میتواند به شما نشان بدهد که به سوی اون مقصد رخت بکشید. این حکایت نیست هین، نقد حال ما و توستین، خوش ببین. زن که صوفی با کر و با فر بود، هرچه آن مازیست لایس کر بود. صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. تو مگر خود مرد صوفی نیستی، نقد را از نسیه خیزد نیستی. صوفی با کر و با فر بود، یعنی با شکوه هست و چالاک هست. با کر و با فر یعنی یه جا ننشسته، راکد و خامد و خاموش، کر و فر میکنه، حرکت میکنه، پیش میره، عقب میره. خب در این چالاکی و حرکت کردنش چی میشه؟ هرچه آن مازیست لایزکر بود، یعنی دائما پیش میره، هرچه متعلق به گذشته است لایزکر، یعنی غیر قابل ذکر، اصلا به گذشته کار نداره. نقد حال، ببینید نقد حال یعنی حال نقد. صوفی ابن الوقت، همین کنون من، گذشته هرچه میخواد باشه، چه گذشته خودم، چه این حکایاتی که متعلق به گذشته است. یه روزی اعرابی بوده یا نبوده، خلیفه بوده یا نبوده، کوزه ای سبوی نزد او برده یا نبرده، خب اینا قصه است، اینا برای بچه که شب خوابش بره خوبه. ولی نقد حال ما چیست؟ یعنی چی به حال نقد من میخوره؟ مطلب اونه، او رو باید شما نگاه کنید. صوفی با کر و با فر بود، صوفی در حرکت است، نمی ایستد، بنابراین گذشته پشت سر اوست و به گذشته بر نمیگرده، به حال و به آینده نظر میکنه. ولذا هرچه آن ماضی است، هرچه متعلق به ما مضا و به گذشته است لا یذکر، اصلا در یاد او نمیاد و بر زبان او هم نمیاد. میگه حرکت رو به جلو، به پشت سر مجاز نیست.
خب بعد چگونه این داستان رو میخونه؟ میگه هم عرب ما، هم سبو ما، هم ملک جمله ما، یعفک ان همن افک. میگوید ببین تو این داستان که نگاه کنی همه اینا وصف حال ماست. اون عرب ماییم، اون سبو ماییم، اون پادشاه ماییم. الله اکبر. گفت ندیم و مطرب و ساقی همه اوست، خیال آب و گل در ره بهانه. در اون غزل زیبای حافظی، سحرگاهان که مخمور شبانه گرفتم باده با چنگ و چغانه، نگار ماه رویم اشوه ای داد که ایمن گشتم از مکر زمانه. الی آخر میگه چه بند که بندد طرف وصل از حسن شاهی که با خود عشق ورزد جاودانه. بده کشتی می تا خوش براییم از این دریای ناپیدا کرانه. برو این دام بر مرغ دگر نه که عنقا را بلند است آشیانه. ندیم و مطرب و ساقی همه اوست، خیال آب و گل در ره بهانه. وجود ما معمایی است حافظ که تحقیقش فسون است و فسانه. این غزل حافظ خیلی مولانایی است و به گمان من نکته هایی را هم از مولانا اقتباس کرده است. یکیش همینه. اینجا ببینید، اونجا میگه ندیم و مطرب و ساقی همه اوست، اینجا میگه هم عرب ما، هم سبو ما، هم ملک. در این داستان اینا ماییم، این حرفا که زدیم، این نمادها که آوردیم نماد ماست. ما اون عربی هستیم که سبوی زیر بغل گرفتیم، که این سبو خود ماست، یه چیزی بیرون ما نیست. یعنی خودمون رو داریم میبریم پیش کی؟ پیش ملک، یعنی پادشاه. ولی در نهایت مسیر و در نهایت مطاف میفهمیم اون پادشاه هم خودمونیم. قصه سی مرغ ها یادتون نمیاد؟ سی تا مرغ را افتادن برای رسیدن به سی مرغ. آخر کار رسیدن به اینکه سی مرغ همون سی تا مرغه، یعنی خودشون سی مرغ هست. ما در نهایت المطاف، در آخر کار میابیم که خدا در ماست. یعنی در ما بوده از اول، ما کشفش نکردیم. راه میافتیم، سبو رو زیر بغل زدیم برای اینکه او رو پیدا کنیم. آخرش در خودمون پیدا میکنیم. در خودمون او رو پیدا میکنیم. هم سبو ما، هم عرب ما، هم سبو ما، هم ملک، یعنی پادشاه جمله ما. یعفک و انهمن افک، یعفک و انهمن افک در قرآن است، یعنی باز میگردد و باز میماند هر کس که باز میماند، رو میگرداند هر کس که رو میگرداند. برای پر کردن شعر این رو مولانا آورده. در این حال میگوید که خب بعضیان عربن، یعنی حاضر نیستن که مثل عرب سبوی رو زیر بغل بزنن و نزد پادشاه برن، روشون اون طرفه به بازی های دیگه مشغولن، خب بذار مشغول باشن. ولی اگر حقیقت داستان رو برسی میبینی که ماییم. خب ببینید، این حرف اینجای مولانا نیست، کلن در حکایت گویی هاش. یادتون باشه تو دفتر سوم اونجا که بحث فرعون و موسی رو میکنه، میگوید که ذکر موسی بند خاطرها شده است، که این حکایت هاست که پیشین بوده است. میگوید مردم میگن این حکایت ها مال گذشته است، مال یه فرعونی بود و یه موسی و گفت وامقی بود که دل برده از رایی بود. ولی میگه منم امروز و توی با مقو از رای دگر. وقتی میگیم لیلی و مجنون، یعنی یه عاشق وقتی که این حرف رو میزنه در باب لیلی و مجنون، نمیگه که یه لیلای بوده یه مجنونی، میگه امروز من مجنونم و با لیلای خودم. در غیر این صورت یک حکایت بیمعنی و بیمزهی و تکرار شده و تکرار شدنیست. این که بیتی که خوندم براتون از یک غزل بسیار زیبای سعدی است که هر شب اندیشه دیگر کنم و رای دیگر که من از پیش تو فردا بروم جای دیگر، با آن دادان که برون می نهم از منزل پای، حسن عهدم نگذارد که نهم پای دیگر. وامقی بود که دیوانه عذرایی بود، وامق و عذرا دو نفر بودن مثل لیلی و مجنون. وامقی بود که دیوانه عذرایی بود، منم امروز و توی وامق و عذرای دگر، بامدادان به تماشا سوی صحرا بخرام، تا فراغ از تو نماند به تماشای دگر.
هر صباحی غمی از دور زمان پیش آید، گویم این نیز نه هم بر سر غمهای دگر باز گویم نه، که فردای جهان این همه نیست. سعدی امروز تحمل کن و فردای دگر. رحمت الله علیه. باری لیلی و مجنون هم وقتی میخونیم باید شرح حال لیلی و مجنونی خودمون باشه. مولانا وقتی که قصه لیلی و مجنون میخون قطعا به خودش نظر میکرد، داستان خودش رو میدید، بلکه این داستان عشق مولانا صد بار از اون لیلی و مجنون افسانه‌ای برتر است. مولانا میگوید مردم میگن موسی و فرعون بودند و رفتند. میگه نخیر، موسی و فرعون در هستی توست، باید این دو خصم را در خیش جست. ما هر کدوممون در درونمون یک کشمکشی وجود داره بین موسی و فرعون. فرعونیت ما، تکبر ما همان فرعونی است که در وجود ما حاضر است. موسای ما که همونی که با یه عصا آمده میخواد به سر این کبر و فرعونیت فرعون بکوبد. این جدال در درون ماست. اجازه ندهیم فرعون پیروز بشه، اجازه بدیم که موسا این فرعون رو بگیره و ببره و به دریا غرق بکنه. موسیا، چوپان چوپان توییم، ما هم از فرعون کوبان توییم. به این سو میل کنیم. هم عرب ما، هم سبو ما، هم ملک، جمله ما جمله ما یعفک و انهم من افک. عقل را شودان و زن این نفس و طمع، این دو ظلمانی و منکر عقل شمع. یک تفسیر دیگری هم میکنه از ماجرایی که در این داستان دیدیم و اینکه میگوید که اون شوهر، اون اعرابی در حکم عقل بود و زن در حکم نفس و طمع. خب مطابق نظر گذشتگان، چنان که برای شما گفتم، می گفتن که عقل در مرد قوی تر است و احساسات در زنان قوی تر. به همین دلیل می گفتن که زن نماد نفس است و عقل نماد مرد است، یا مرد نماد عقل است و زن نماد نفس است و امثال اینها. این دو ظلمانی و منکر، یعنی نفس و طمع ظلمانی و منکر، منکر یعنی زشتن، عقل به مثابه شمع است که وقتی که عقل فرا رسید، یعنی شمع در آمد، اون ظلمت رو بدل به نورانیت می کنه. بشنو اکنون اصل انکار از چه خواست، زان که کل را گونه گونه جزو هاست. این ابیات مولانا در اینجا خیلی پر ابهام است و شارحان و مفسران رو هم قدری دچار اشکال کرده. من اونچه که خودم در میابم خدمت شما عرض میکنم. اولا ما نمیدونیم این اشکال چی بوده، انکار چی بوده. احتمالا در مجلسی که مولانا این ابیات رو میسروده و حاضران میشنیدن، کسی اشکالی کرده، انکاری کرده و مولانا در مقام پاسخ دادن به اوست. میگوید که براتون میخوام بگم که اصل این انکار چیه، چون ظاهرا انکار هم برمیگرده به همین اتحادی که اینجا مولوی برقرار کرد بین عرب و سبو و ملک. گفت این هر سه یکی هستن و ما هم عربیم، هم سبو هم ملک. لابد کسی انکار کرده، اشکال کرده که چطور همچی چیزی میشه، این چه استنتاجیست شما از این قصه میکنی. مولانا داره جواب میده، یه جواب تقریبا مجمل و مبهم و ناقص و زود هم رها میکنه و میگذرد. میگوید که بشنو اکنون اصل انکار از چه خواست، زانی که کل را گونه گونه جزو هاست. یعنی گویی از مولانا پرسیدن، اشکال کردن که این چجوری شد که این ستا یکی شدن، اینا اجزای این کلن، اینا اصلا یکین، چیه؟ مولوی میگه ها، وقتی که ما میگیم کل درسته که مجمع اجزا است، ولی جزء یک معنا نداره. دو گونه جزء داریم دست کم. زانی که کل را گونه گونه جزء هاست، در هر کلی جزءهای مختلفی وجود داره. جزء کل نی، جزءها نسبت به کل. من اینجوری این رو میخونم، مرحوم فروزانفر اینجوری میخونه، جزء کل نی جزوها نسبت بکن. من اون خانش ایشون رو خوب در نمیابم، البته با کمال احترام به اون استاد بزرگ. جزو کل نی،
جزوها نسبت به کل، نی چو بوی گل که باشد جزو کل. ببینید میگه یه وقت هست که ما جزو یک کلی رو میگیم، یه وقت جزوها رو نسبت به کل میگیم. بوی گل جزو گل است. خب درسته دیگه، بوی گل جزو گل است. یا مثلا فرض کنید که انگشت من جزو من است. اگر این بدن یک کل باشه که هست، که خب مجموعه از خیلی از اندام‌ها و سلول‌ها و اجزای هر تک تک سلولی جزو این کل بدن است، ولی این جزو کل است. اما یه چیز دیگه ای داریم، مولانا در تشخیص مولانا جزو کل نیست، اما جزو نسبت به کل است. نسبت به کل یعنی مرتبط با کل. حالا مثال می‌زنیم. پس ببینید یک بحث این است که مولانا میخواد بگه من نگفتم اینها اجزای کلن، میخواستم بگم اینا اجزای مرتبط با یک کلن. توضیحش رو بشنوید. جزو کل نی، منظورم اون نیست. جزوها نسبت به کل، نی چو بوی گل که باشد جزو گل. اینجور جزئیت رو نمیگن. لطف سبزه جزو لطف گل بود، بانگ قمری جزو آن بلبل بود. ببینید توضیحش هم که میده خیلی به نظر من روشن و روشنگر است. میگوید شما یه باقی رو در نظر بگیرید. در این باغ گل داریم، درخت داریم، سبزه داریم، قمری داریم، بلبل داریم، همه چیز داریم. گل یه کلیست که یه اجزایی داره که بوی گل جزو گله. اما اگر این دایره رو وسیع تر بکنید، اون موقع به قول مولانا لطف سبزه جزو لطف گل بود. این سبزه لطیف هم که در باغ است و این گونه دلانگیز است، این رو هم شما میتونید جزو گل بدونید، ولی نه جزو به معنای که توی گله، بلکه مرتبط با گل است، مرتبط با گلستان است. تازه پا رو بالاتر میذاریم، میگیم که بانگ قمری جزو آن بلبل بود. یه بلبلی داریم که بانگ خودش رو داره که جزو اوست، اما یه قمری داریم که اونم بانگ میکنه، ولی بانگ اونم در واقع جزو بلبل حساب میشه. چرا؟ چون اینا یه مجموعه هست. این نسبتی با او دارد، نه اینکه جزو او باشد. این حالا بیان مولاناست. لطف سبزه جزو لطف گل بود. به تعبیری دیگه اگر ما مثلا میگیم که جزو خداییم، ولی ما جزو ذات خدا نیستیم، مرتبط با او هستیم. همونطوری که سبزه جزوی و عضوی از باغ است، نه اینکه در خود وجود گل مندرج باشه. لطف سبزه جزو لطف گل بود، بانگ قمری جزو آن بلبل بود. همین رو میگه به همین اجمال. بعدم میگه گر شوم مشغول اشکال و جواب، تشنگان را ای توانم داد آب. یه اصلا ما کارمون این نیست، اون کار فلاسفه و متکلمین و غیره هم است که بشینن بگن که مسئلتون فلان جوابش این، حالا مسئلتون ثانیه، همطوری بحث کنن یک ساعت دو ساعت رو بگذرونن به این که تو چی گفتی من چی گفتم، دلیلتو ضعیفه اون دلیلو. نه اصلا کار ما نیست، من کارم سقاییه، من باید به تشنگان آب بدم. حالا در کلام منم یک ابهامی پیدا شده، همینقدر یه توضیحی میدم و عبور میکنم. گرفتی گرفتی، نگرفتی هم نگرفتی، این صورت رو رها کن، اصلا ول کن، اصلا به این قصه فکر نکن و برو یه چیزی که میفهمی. خلاصه حرف مولانا این است. حالا بعدش هم گر تو اشکالی به کلی و حرج، صبر کن از صبر و مفتاح الفرج. یه راه هم نشون میده، میگه اگر تو اشکال داری و حرج داری، حرج یعنی تنگنا، اگر در تنگنا و اشکالی و این معنا رو خوب نگرفتی، لازم نیست همین امروز بفهمی، همین الان بفهمی، قانع بشی، صبر کن، بذار هضم بشه این مطلب. صبر کن از صبر و مفتاح الفرج. و این واقعا نکته است. ببینید وقتی من ممکنه از کسی سوالی بکنم، حالا سوال پیش اومده تو ذهن من، ولی من هنوز به جایی نرسیدم که جواب این رو درک بکنم، لذا چگونه باید به من بگن؟ جواب رو نمیتونم بگیرم. سوال فرض کنید یک کسی افتاده، من یادم از تقریبا 16-17 سالگی مسئله جبر و اختیار برای من جدا مسئله، خیلی هم دنبال میکردم و شاید یه 70 سالگی من به یه چیزایی رسیدم که تا حدودی میتونم بگم منو اقناع میکردم، تا حدودی، چون این بعض معضلات جاودانه فکر و فلسفه بشری است.
خب حالا از معلمان زیادم اینو میپرسیدم، اینا چجوری اگر تازه مسئله برای خودشون روشن بود و حل شده بود، چجوری میتونستن برای ذهن آدمشون ضعیف 10 ساله توضیح بدن به طوری که او رو اقناعش بکنن؟ خب غیر از این راهی نداشتن که یه توضیح مختصری بدن، بعد بگن شما صبر کن، حالا یه مقداری باز بیشتر مطالعه کن، باز بیشتر فکر کن، از یکی سی دیگه هم بپرس، همین امروز نخوا که این روشن بشه، این یه ماجراییست که در ذهن تو پیدا شده، این بیخداره، این حالا حالا ها کش میاد، همین امروز جوابش پیدا نمیشه. خب این هم البته یک روش تربیتی بسیار خوبه، یعنی سر طرف رو کلا نباید گذاشت، نباید شیره مالید به یه چیز باطلی او رو قانع کرد. من این نکته بود که معلم ها میگفتم سر کلاس جواب جوانان رو چنان ندهید که اونا به ظاهر قانع بشن، اما شما با قول باطلی اونها رو مشغول کرده باشید، چون اینا پس فردا بر میگردن 5 سال بعد که اون سوال و جواب رو به یاد میارن و میفهمن که شما امروز فریبشون دادید، متاع دروغ و فریب به اونها فروختید و از شما نخواهند گذشت، شما رو نخواهند بخشید. ولی میتوانید بگید که خیلی خوب، موقتا این باشه پیشه تا بعد بیشتر فکر کنی، بعد بیشتر به هم برسیم، شاید 30 سالت 40 سالت بشه چیزی در این زمینه بفهمی. و ماجرا حقیقتا در مسائل دشوار همینطوره. میگوید که گر تو اشکالی به کلی و حرج، صبر کن، از صبر مفتاح الفرج احتما کن. احتما یعنی چی؟ یعنی پرهیز، همون پرهیز غذایی که طبیبان میدن، در گذشته همین میگفتن احتما کن، حمیه یعنی پرهیز کردن. روایتی از پیامبر منقول است که الحمیه تو رأس و کل دوا و المعده تو رأس و کل دا، معده سرچشمه همه مرض هاست و حمیه یعنی پرهیز سرچشمه همه دارو هاست. یا حالا بگیم بیشتر بیماری ها از این معده، این شکم بیهونر پیچ پیچ برمیخیزه و راه علاجش هم این استش که آدم خشتنداری بکنه، کم بخوره، دنبال هوس هاش نره، هر چی که دلش خواست نخوره، پرخوری نکنه و غیره و غیره. احتما، حالا اینجا مولانا احتمای از اندیشه ها رو میگه، فکر شیر و گور و دلها بیشه ها، میگه از اندیشه کردن پرهیز کن. این چه حرفیه؟ به ظاهر میاد که خب ما اینجا یعنی سوال یا اشکال یک اندیشه ایست، فکریست، و بعد در مقابلش باید یه فکری رو بگذاریم. مولوی دقیقا میگه که این همون راه فیلسوفانه و من این راه رو نمیرم و شما هم نرید، برای اینکه این راه جواب نمیده و شما رو به مقصد نمیرساند. مثلا همین بحث جزء و کل، بحث اتحاد، بحث جبر و اختیار که در جای دیگری مولوی صحیحا میگه آن که برد بحث را عشق است و بس، کوز گفتگو شود بر یاد رست. بعضی چیزها رو با تأمل در وجود خودت باید جوابش رو پیدا کنی. یکیش همین مسئله اتحاد است، این که چگونه یه چیزی میتواند هم واحد باشه هم کثیر باشه، کثرت در عین وحدت، وحدت در عین کثرت، این چجوری میشه؟ این رو هیچ جوری نمیشه با برهان نشونش داد، شما این رو باید در خودت پیدا بکنی. چگونه میتونی؟ مثلا میگم ما یه منیم، اما 10 تا منیم، 100 تا منیم، واقعا هر یکی از ما اگه خوب فکر کنیم چندین نفریم، زین 2000 من و ما، ای عجبا من چه منم، گوش بده عربده را، دست منه بر دهنم. ما 2000 من و ماییم واقعا، یعنی کثرت در عین وحدت، یک منیم اما 10 منیم، 100 منیم. و همین دلیلم گاهی کشمکش داریم با خودمون، در امر واحد که کشمکش رخ نمیده، 2 تا چیزن 10 تا چیزن که با هم نزاعشون میشه و کشمکش میکنن. همین کشمکش ها نشان میدهد که این منها همچنین متفرق و متنازع و متخالف باقی موندن، مگر اینکه این کشمکش ها رفع بشه و آدم به چی برسه؟ به نفس مطمئنه، یعنی در اونجا اینا یکی بشن. اما برای اینکه شما این وحدت در این کثرت رو بفهمید، همون که مولوی گفت تو در آن وقتی که خواب اندر روی، تو ز پیش خود به پیش خود شوی، میگه در خواب این اتفاق میفته، ما در خواب از پیش خودمون به پیش خودمون میریم، یعنی از یک لایه وجود به یه لایه دیگه، گویی که این
وجود ما یه ساختمان 100 طبقه 1000 طبقه است. تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق، بلکه گردونی و دریای عمیق. تو یه تو یعنی یه لایه یه طبقه نیستی، گردونی و دریای عمیق، هزاران لایه و طبقه داری. این وجود یه وقت از طبقه بالا میری طبقه پایین، از طبقه پایین میری طبقه بالا، اونجا یه چیزایی میبینی که در طبقه پایین نمیدیدی و بالعکس. این میشه رویا دیدن. بنابراین ما در خودمون گردش میکنیم. خب این در خود گردش کردن یعنی چی؟ یعنی یک هستی خیلی بزرگی و فراخی داشتن که در بیداری از قطعه های بلندی از اون ما بیخبریم. ما بیخبریم، نمیدونیم اون طرف وجود و اون طرف وجود اون چه خبریه. یک قاره بزرگی. بعد در خواب تازه بخشی از این قاره هویدا میشه. گشتی میزنیم، چرخی میزنیم، میبینیم این طرفش چقدر ما رو عقرب، اونورش درندگانن، اونورش دوستانن، اونورش قند و شکره. هزار چیز توی این وجود ما پیدا میشه. این همون وحدتی است که کثرت داره و کثرتی است که زیر سایه یک وحدت است. این رو در خودمون یعنی به تجربه ما میتونیم کشف کنیم. مسئله جبر و اختیار از این قامستره، از این قامستره. خدا رحمت کنه مرحوم آقای جعفری رو، به من میگفت که من راجع به جبر و اختیار خیلی فکر میکردم، تا یک روز در خیابون سیروس که داشتم میرفتم و در کنار من این گاری های خربوز فروشی بودند و خربوز فروشان و داد میزنن، یک مرتبه به قول خودشون چراغ روشن شد، یک دفعه چراغ روشن شد و اونجا دوزاری افتاد و من اونجا فهمیدم که این جبر و اختیار چیست و این معضله رو حالا به خیال خودشون ایشون حل کرده بودن، که بعدا هم یک کتابی نوشتند و درس هایی هم در این باب دادن. کسانی هم که میخوان در جبر و اختیار قوری بکنن، کتابیشون هم میتواند یه منبع خوبی باشه. ولی البته در این زمینه حرف هیچ کسی حرف آخر نیست. الان 2000 ساله که فیلسوفان و حکیمان در این باب تأمل میکنن و گفت در این ورطه کشتی فرو شد، هزار که پیدا نشد تخته ای بر کنار، که خاصان در این ره فرس رانده اند، بلا احسی از تک فرو مانده اند. باری اینجا که مولوی میگه که اتفاقا برای فهمیدن این مطلب از اندیشه باید پرهیز بکنی، بری به ورای اندیشه، beyond conceptual thinking، فراتر از تفکر مفهومی. چون اندیشه یعنی مفاهیم. ما قبل از اینکه واجد مفاهیم بشیم، یعنی قبل از اینکه ذهن در ما ساخته بشه، همون حالت بچه که هنوز ذهن پیدا نکرده، هنوز با مفهومهای ذهنی با عالم بیرون تماس نمیگیره، هنوز حتی از خودش تصویر نداره. خودش هستا اما از خودش تصویر نداره. اون حالت رو مولانا میگه و همین دلیل هم هست که این بزرگان توصیه میکنن که به حالت کودکی باید برگشت. به این معنا، به این معنا، به کودکی، یعنی به بیاند کانسپچوال فریم ورک، بیاند، ورای او باید رفت، همطوری که طفل است. ما تا طفل جهدی نکرده برای این امر، اما ما باید جهد بکنیم. کاش چون طفل از حیل جاهل بودی، تا چو طفلان چنگ در مادر زدی. احتما کن احتما زندیشه ها، فکر شیر و گور و دلها بیشه ها. دل ما بیشه است، دل ما یعنی همون ذهن ما در اینجا، و فکر مثل بازی شیر و گوره، یعنی شیری که دنبال گوره خر افتاده. فکر اینه و توی این بیشه ذهن ما این فکرها جولان میکنن، این او رو سید میکنه، اون رو سید میکنه و اینا آرامشی برای ما باقی نمیگذارن. احتماها بر دواها سرور است، پرهیز از دوا بالاتره. زان که خاریدن فزونی گر است، اینایی که گر دارن، بیماری خارشی دارن، میگه بیشتر میخارونن بیشتر خارش میاد. بنابراین باید اصلا ریشه رو از جای دیگه قطع کنن، یعنی با خاریدن بیماری گری درمان نمیشود، از جای دیگری باید اینو در فکر کردن به از نظر مولانا خاریدن مسئله است و این خاریدن خارش رو افزونتر خواهد کرد. احتما اصل دوا آمد یقین، احتما کن قوت جانت ببین.
برخلاف اینکه آدم فکر میکنه دارو بخوره قوی تر میشه، غذا بخوره قوی تر، میگه نه، پرهیز کنی قوی تر میشه. احتما کن قوت جانت ببین. آقای سالها پیش، 40 سال پیش، کتابی در فارسی نوشت به نام تفکر زائد و الان اسم نویسنده یادم نیست و یه نسخه برای من فرستاد. در واقع شرح این بیت بود: احتما کن، احتما کن، احتما. مثلا مسئله همین بود و کتاب خوبی بود که از اندیشه ها باید پرهیز کرد و این پرهیز از اندیشه کار البته سختی است. در مدیتیشن ها دیدید دیگه، موقتا به بعضی ها این تمرین رو میدهند، ولی کسی مثل مولانا که شمس تبریز رو از خواندن کتاب منع کرد، یعنی او رو دستور به پرهیز از اندیشه داد و گفت که برو به ورای ذهن، برو به همون آب زیر کف، کف رو دیگه پس بزن. قابل این گفته ها شو، گوش دار، تا که از زر سازمت گوشوار. حلقه در گوش مه زرگر شوی، تا به ماه و تا ثریا بر شوی. خب حلقه در گوش مه زرگر، مه رو، ماه رو زرگر خوانده در اینجا مولانا، چون گفتم براتون قدما معتقد بودن که تابش اجرام فلکی و سماوی تأثیر داره در پدید آمدن فلزات و کانی ها و سنگ های گرانبهای معدنی، دور، لعل، یاقوت، طلا، نقره و غیره. اعتقادشون مه زرگر یعنی ماهی که زر تولید می کند. حلقه در گوش مه زرگر شوی، یعنی اگر که قابل این گفته ها شدی، حلقه در گوش یعنی بنده ماه زر آفرین خواهی شد، و بلکه می روی به ماه می رسی و به ثریا. ثریا یا در فارسی پروین، که خوشه پروین، همون مجموعی از ستاره ها و یکی از اشکال فلکی است. حالا دوباره مولانا همین مسئله جزء و کل رو، یا این مسئله اتحاد و وحدت در کثرت رو، یک توضیح دیگری هم میده. یا اولنی میگه که ثانیاً هم نداره، یعنی گویا که فراموش کرده مولانا. اولاً بشنو که خلق مختلف مختلف جانند، تا یا از الف در حروف مختلف شروشکی است، گرچه از یک روز سر تا پا یکی است. یا حالا بشنو که این مردم که مختلفند و مثل الف تا یا، مثل حروف الف با از الف تا یا، اینا با هم فرق دارن. یکی مثلا الف، یکی جیم، یکی دال، یکی خمیده است، یکی راست قامت، مختلفند هم روحن و جسمن. اما خب این حروف خودشون از نقطه تشکیل شدن دیگه، یعنی اگر 4 تا نقطه رو قائم کنار هم بنشانید میشه الف، اگر این نقطه ها رو افقی کنار هم بذارید میشه ب، زیر این حروف هم ب میشه جیم اگر نقطه ها رو به شکل جیم ردیف کنید. بنابراین از یه جهت اینا مثل همن، اینا همشون از یه اصل در آمدن، از نقطه ساخته شدن، ولی در این حال اشکال مختلف پیدا کردن. پس داره اختلاف رو در عین تشابه، وحدت رو در عین کثرت بیان میکنه. اولا بشنو که خلق مختلف مختلف جانن، تا یا از الف، از الف تا یا. این نیم بیت دومی رو به نظر من بعد سوالی خون. در حروف مختلف شور و شکی است. آیا میشه شک کرد که این حروف مختلفه؟ یعنی الف و جیم فرق داره؟ نه، جواب این است که نه. ولی گرچه از یک روز سر تا پا یکیست. درسته که اختلاف دارن، ولی اینا یکی هن از سر تا پا، برای اینکه همه شون از نقطه تشکیل میشن. پس از یه جهت مثل همن، از یه جهت هم مثل هم نیستن. از یکی رو زد و یک رو متحد، از یکی رو هزل و از یک رو جد. خب حالا این اختلاف ها رو مولانا گفت، اینجا خیلی چیزایی نگفتم داره، یعنی بین سطور رو هم باید بخون. ببینید حالا فرض کنید که ما با این حروف چیزای مختلف نوشتیم. من این حروف رو کنار هم نهادم، نوشتم سفید. حروف دیگری رو کنار هم نهادم، نوشتم سیاه. حروف دیگری رو کنار هم نوشتم زشت. حروف دیگری رو کنار هم نوشتم زیبا.
باز با حروف دیگری نوشتم غلط، با حروف دیگری نوشتم صحیح. ببینید زشت و زیبا و غلط و صحیح و سیاه و سفید اینا در واقع یکی هست، اما این یکی ها یعنی همون نقاط اصلی تجمعشون چنان شده که یه جا شده صحیح، یه جا شده غلط، یه جا شده زشت، یه جا شده زیبا. مولانا میگوید خلقت همینطوره، از یک اصل مردم پدید آمده اند ولی در عمل بعضی ها سیاه شدن، بعضی ها سفید شدن، بعضی ها عاقل شدن، بعضی ها جاهل شدن. توجه میکنید در حالی که اصل اینها یکیست، مختلف هستند اما ذاتن و جوهرن مختلف نیستند. بعد وقت از اینجا وارد یک مسئله دیگری میشه، این دوباره یک گام، یک جهش دیگری میکنه. میگه خب حالا که اینطور شد، حالا که درسته که اصل یکیست ولی بالاخره یکی زشت، یکی زیبا، یکی سیاه، یکی سفید، حالا اینا فرق میکنن دیگه. اونی که زشته میخواد پنهان بمانه، اما اونی که زیباست میخواد خودنمایی بکنه. یه همه بیان زیبایی من ها و مقرا او کتابیه در قرآن هست، میگه وقتی نامه اعمال به دست مردم میدهن، اونایی که نامشون سیاه هست اونها فریاد میکشن وا صبورا وا هلاکا، اما اونهایی که نامشون به اصطلاح کارنامه قبولی گرفتن به همه نشون میدن، میگن ها و مقرا او بیاید این نامه منو بخونید، بیاید کارنامه منو ببینید چه نمره خوبی گرفتن. اینجا هم مولوی همین رو میگه، میگه پس قیامت روز عرض اکبر است، عرض او خواهد که با حسن و فرز. قیامت روز عرض شدن است، روز رژه رفتن است. اتفاقا این رژه رفتن، این عرض کلمه است که تو ارتش در گذشته توی مثلا فرض کنید نوشته های بیهق اینا میخوندید، پادشاه میمد و برای عرض لشکر، یعنی اینکه سان میدید و لشکر در مقابل او رژه میرفتن، اونو میگفتن روز عرض، عرض لشکر. پس قیامت روز عرض اکبر است، روز قیامت اکبر روزی است که دیگه بزرگترین رژه ها و سان دیدن ها اونجا صورت میگیره. خب چه کسی اونجا تو اون روز میخواد خودش رو نشون بده، خود نمایی کنه؟ اون کسی که با حسن و فر است، اونی که زیباتر، اون میخواد همه بیان ببیننش. هر که چون هندوی بد سودایی است، روز عرضش نوبت رسوایی است. اما اون زشت رو، اون روز عرض روز رسوایی است، چون زشتی او آشکار میشه. چون ندارد روی همچون آفتاب، او نخواهد جز شبی همچون نقاب. زشتا میخوان همیشه شب باشه، تاریک باشه تا کسی اونها رو نبینه، اما زیباها میخوان که زود روز بشه تا زیباییشون آشکار بشه. در جای دیگه مولانا همین معنا رو داره، میگوید که روز قلب پهلو میزند با ضرب شب، انتظار روز میدارد ذهب. میگه سکه های تقلبی در شب پهلو میزنن به طلای واقعی. پهلو میزنن یعنی ابراز برابری میکنن، میگن مثل همین، چون در تاریکی قلب بودن اینو، خالص بودن او دیده نمیشه، ولی انتظار روز میدارد ذهب. ذهب یعنی طلا، اما طلا، طلای خالص انتظار روز داره، میگه خدایا کی روز میشه که او رسوا بشه و خالص بودن و ناب بودن و حقیقی بودن من هم آشکار بشه. چون ندارد روی همچون آفتاب، او نخواهد جز شبی همچون نقاب. برگ یک گل چون ندارد خار او، شد بهاران دشمن اسرار او. این خار او مبتدا یعنی فاعل جمله است. چون که خار او یک برگ هم ندارد، بهار رو دوست ندارد. خاری که یک برگ گل ندارد دوست نداره که بهار بشه، رسوا میشه پیش گلها. خار بی‌معنا وان که سر تا پا گل است و سوسن است، پس بهار او را دو چشم روشن است. خار بی‌معنا خزان خواهد خزان، تا زند پهلوی خود با گلستان. خار دلش میخواد همیشه خزان باشه تا به گلستان وارد که میشه بگه منم مثل شما، میخواد بقیه درخت هم همه توهی از گلن. تا بپوشد حسن آن و ننگ این، تا نبینی رنگ آن و زنگ این. پس خزان او را بهار است و حیات، یک نماید سنگ و
یاقوت زکات، یک یعنی یکسان نماید سنگ و یاقوت زکات. یاقوت زکات یاقوت خاصی بوده، یاقوت خیلی پاک یا منقح یا خالص. یا گفتن یاقوتی که هنگام زکات میدادن، یعنی از کیفیات خاصی برخوردار بوده. جناب آقای شفیع کدکنی در این باب تحقیقی کردن. باری خزان او را، یعنی خار را، برای خار خزان بهار است. باغبان هم داند آن را در خزان. میگه وقتی که خزان میشه باغبانم اون خار رو میشناسه، اما در بهار کم کسی است که اون خار رو بشناسه و بفهمد که این خار از گرد گل نخواهد شد و گل قرین او نخواهد شد. باغبان هم داند آن را در خزان، لیک دید یک به از دید جهان. دید یک یعنی دید یک مرد یگانه، دید یک ولی خداوند که میتواند پیشا پیش ببیند و بشناسد و بداند و خبر دهد که فلانی خار است و خزان میخواهد و فلانی گل است و بهار میخواهد و این دو با هم متفاوتن. لیک دید یک به از دید جهان. این یک و یگانه همون ولی خداوند است و پیر است که حالا بعدن مولانا به وصف او خواهد پرداخت که ما امروز یا امشب نمیرسیم، اما از اینجا مقدمه چینی میکنن. لیک دید یک به از دید جهان. اگر یادتون باشه در قصه ستون حنانه که میخواندیم، اونجا مولانا که گفت که با عصا کوران اگر ره دیده اند، در پناه غیر خلق روشن دیده اند، و پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، غیر اون قطب زمان دیده ور که از ثباتش کوه گردد خیره سر. اونجا هم اشاره میکنه به یه قطب زمان، میگه یه قطب زمانی داریم که او دیگه به عصا احتیاج نداره، او دیده ور است، او چشم داره، ولی عقلای دیگه همه در عین عقلی که دارن، عقل براشون به مثابه اساس و باید یک روشن دیده‌ای بیاد و دست اونها رو بگیره. با عصا کوران اگر ره دیده اند، در پناه خلق روشن دیده اند، گر نبینایان بودندی و شهان، جمله کوران مرده اندی در جهان. حلقه کوران به چه کار اندرید، دیدبان را در میانه آورید. خود جهان آن یک کس است، او ابله است، هر ستاره بر فلک جزو مه است. عجب حرفی میزنه اینجا مولانا وقتی میخواد اون مرد یگانه، اون ولی یکتا و بی‌نظیر رو معرفی کنه. میگه که کل عالم اوست، تمام عالم در وجود او جا میگیره. خود جهان آن یک کس است، اون یک کس جهانی است، بلکه همه جهان اون یک کس است، در اون یک کس جا میگیره. وقت صفتش اینه که او ابله است. الله اکبر. این ابله همون روز که در جای دیگه هم روایتی است که از پیامبر آمده و تعبیری است که در انجیل هم آمده، ابله رو مولانا به کسانی میگیره که احتمای از اندیشه ها میکنن، یعنی اندیشه ذهن آلود ندارن، مثل کودکانن، البته در عالم بلوغ مثل کودکانن که این موتور ذهن رو خاموش کردن به اختیار و با اقتدار تمام و از طریق مفاهیم به عالم نگاه نمی کنن، بلکه اتصال وجودی با واقعیت پیدا میکنن. این رو مولوی ابله میخواند، چون روایتی آمده است که بیشتر مردم بهشت ابلهانن و مولانا هم میگوید که ابله یعنی واله و شیفته. ابلهانند آن زنان دست بر، از کف ابله و از رخ یوسف نظر. تو دفتر چهارم میگه وقتی که یوسف وارد جلسه شد و زنان همطور در او خیره و شیفته ماندن، دستشون رو بریدن دیگه. کاش آنان که ای به من جستند، رویت ای دل ستان بدیدندی، تا به جای ترنج در نظرت بی خبر دستها بریدندی. از بس واله و شیدای او شده بودند، ذهن و فکر و همه چیز رو فراموش کرده بودند. حسن یوسف، وجود یوسف تمام وجود اونها رو پر کرده بود، به طوری که از دست خودشون هم غافل بودند و دستشون رو بریدند.
مولوی میگه اونا ابله بودن. ببینید ابله در اینجاست، یعنی یک نوع حالت عاشقی شیفتگی بی خودی پر شدن از حضور معشوق و خود رو کامل در باختن و این بیمن و بیما شدن. یا اکثر اهل جنه البلهی پدر این چنین فرمود سلطان البشر. سلطان البشر این پیامبر علیه السلام میگه، پیامبر فرمودن. حالا این روایتیست به ایشان منسوب است دیگه، ما از صحت و سقمش خبر نداریم، که بیشتر بهشتیان ابلهند. مولانا میگوید که بیشتر اصحاب جنت ابلهند، چگونه؟ تاز شر فیلسوفی میرهند، چون از فیلسوفی فرار میکنند. فیلسوفی چیه؟ همون که میگه زیرکی زند است و حیرانی و سر، زیرکی بفروش و حیرانی بخر. فیلسوفی به معنای زیرکی است، زیرکی که یعنی عقلانیت شیطانی و وهم‌آلودی که در مقابل وحی و شهود نبوی قرار میگیرد. چون کمترین فرعون چست فیلسوف، عقل او از برج وهمی در کسوف. او فرعون رو فیلسوف میشماره مولانا، میگه برای اینکه زیرکی خودش رو در مقابل موسی علم کرده بود. تو اگر زیرکی باید تبعیت از موسی بکنی، نه اینکه لاف انا الحق بزنی، انا ربکم الاعلا بگی و خودت رو برتر از او بنشانی. این رو مولانا نامش رو فیلسوفی و زیرکی میگذاره. البته خب این تحقیری است که او نسبت به فیلسوفان روا میداره و معتقد است که اونها آدمی رو به جایی نمیرسانند، بعد اکثر راه رو دور میکنند به جای اینکه راه رو نزدیک بکنند. خود جهان آن یک کس است، او ابله است، هر ستاره بر فلک جزء مه است. ماه، خب از نظر البته مولانا حالا این بزرگترین سیاره که نیست، فرض کنیم که بزرگترین باشه و نورانی ترین، ستاره ها جزء او هستند. این جزئیت هم همون جزئیتی است که قبلا دیدیم، یعنی جزء او نیستند بلکه نسبت به او و در ارتباط با او جزء محسوب میشه، نور از او میگیرند. حالا به اعتقاد گذشتگان، یعنی اگر دیگران هم به درجه از درجات ولایت میرسند و به درجه از درجات قرب میرسند، او دستگیری میکنه از اونها. پس همی گویند هر نقش و نگار، مژده مژده نک همی آید بهار، تا بود تابان شکوفه چون زره، کی کند آن میوه ها پیدا گره. چون شکوفه ریخت میوه سر کند، چون که تن بشکست جان سر برزند. میوه معنی و شکوفه صورتش، اون شکوفه مجده میوه نعمتش. چون شکوفه ریخت میوه شد پدید، چون که آن گم شد شد این اندر مزید. تا که نان نشکست قوت کی دهد، ناشکسته خوشه ها کی میدهد. تا حلیله نشکند با ادویه، کی شود خود صحت افزا ادویه. در اینجا درس شکستن میدهد، درس فراتر رفتن از خیشتن، درس صبوری، درس فدا کردن. چیزی رو باید فدا کنی تا به دنبال او چیز دیگری رو بیابی. شکوفه باید بریزه تا میوه بیاد، تن باید بشکنه تا جان سر برزند، و همچنین و همچنین. نان اگر نشکند، یعنی زیر دندان خورد نشه، خب غذا نمیشه، قوت نمیدهد. خلاصش درس شکستن میده، شبیه همون که در داستان نحوی دیدیم. حالا در مقابل کی باید شکست؟ درس شکستن از که باید گرفت؟ و خصوصاً چه چیزی میتواند ما رو کمک کنه؟ در بیت آخری، این هوا را نشکند اندر جهان، هیچ چیزی همچو سایه همرهان. میگوید برای خودشکنی یک همرهانی لازم داری که اونها این تواضع رو و این نادیدن خیشتن رو به تو بیاموزن و به تو تلقین کنن. این مربوط میشه به بخش بعدی که انشالله نوبت بعدی با یکدیگر خواهیم خوان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. سلام علیکم جناب دکتر، خسته نباشید. سلام. میروشن جناب دکتر، من قبل از برنامه یک مرتبه دیگه همین اشعار رو خواندم و خوانش من با خوانش شما تفاوت داشت. میدانم شما عالمید، ولی خواستم ببینم که همین خوانش ما
در مورد بعض از ابیاتی که شما فرمودن یکم جنجال انگیز هم بودن. چطور است؟ چون در ابیات مولانا در مورد خاری میگه که نمیخواد دیده شود، یا پس خزان او را بهار است و حیات، چون فرق بین خار و گل در خزان سخت میشه. ولی میخواستم در مورد همین بیتی که باغبان همدان ادان را در خزان، لیک دیده یک به از دیده جهان، خواستم ببینم اگر یک کامه بعد از باغبان بگذاریم، باغبان مثل همی و جای هم همی اگر باشد بفرض، باغبان همدان ادان را در خزان، لیک دیده یک به از دیده جهان، چون خار پس خزان او را بهار است، یعنی چون خار خواهان خزان است، هرچند باغبان در همون خزان هم میبیند خاری خار را، ولی بدید حقیر خار ترجیح میده که همون یک باغبان ببیندش ولی جهان نبیندش. خواستم این موضوع را یاد کنم اگه درست باشه یا نه. و دیگر هرچند شما هم و مولانا هم فرموده صبر کنید، صبر میکنید در مورد گونه گونه بودن جزوها، ولی خواستم بدانم که همین ارتباطی که مولانا ترسیم میکنه، چون مثلا در بیت بعدی که فرموده خود جهانان یک کس است، او ابله است، منظورم از ابله بودنم فکر کردم در مورد گونه ای که من خواندم شعر را، گفتم این ابله هم شاید به خار ترجمه میده، چون باغبان همدان ادان را در خزان، لیک دیده یک به از دیده جهان، یعنی ترجیح میده که یک باغبان ببیندش ولی جهان نه، باز می خود جهان آن یک کس است، او ابله هست، خار ابله هست، یا کسی که مثل خار است. و هر ستاره بر فلک جزو محض، گفتم اگر امین خود جهان آن یک کس است را از دو نو ببینیم، نو اول اینکه یعنی جمع ما یک کل را تشکیل بده که مثل جزو کل نی شما که فرمودین، پس اینو مولانا رد میکنه مثل هیگلز سوپر مایند. اینو اگر رد شده بدانیم خود جهان آن یک کس است، ما را اگر شنانه که در ابیات دیگر مولانا چندین مرتبه ذکر کرده ما در مقابل خداوند هیچیم، پس اگر خود ما را هیچ بدانیم یا هرچند یک ذره ای از خدا در ما هست، ما یکی در مقابل یا در مقایسه یا در نسبت با لایتناهی میشیم که همون صفر میشیم. خواستم یک نظر شما در این ابیات بدم. سوال زیاد است، باور کنید، میخواستم در مورد چیز دیگه هم بپرسم ولی نمیپرسم. شب شما خوش. خوشحال شدم جناب. شکرم. والا نظر من همونی بود که عرض کردم، اینایی که الان شما فرمودید به نظر من غریب میاد، یعنی تکلف میاد و اونطوری که باید شاید به الفاظ و تعبیرات این بیت نمیخوره که اون یک رو ما اون باغبان بگیریم بعد دوباره اون باغبان رو ابله بگیریم. خیلی به نظر من تناسبی نداره با این الفاظ و این عبارات. حالا در نظر شما آمده، منم دعوت میکنم تأمل بیشتری بکنید ببینیم حالا به کجا میرسیم. من نظر خودم همون بود که در شرح ابیات عرض کردم. سلام آقای تورست داشتید، انشاءالله سلامت باشید، خوب باشید. یکی اون کتابی که فرمودین مال آقای محمد جعفر مصفاست فرمودین. بله. خدمت شما عرض کنم که من داشتم این ابیاتو میخوندم، یه جا مولوی گفته که عقل را شودان و زن این نفس و طمع، این دو ظلمانی و منکر عقل شم. شما فرمودید که من که شما فرمودید این چیزی که من استنباط کردم، شاید من اشتباه میکنم، که مولوی زیاد با عقل سر خوشی نداشته. حالا اینجا چطور عقل و شم میدونه مولوی؟ بله، عرض میشود که ببینید مولانا با عقل فیلسوفانه خیلی چیز سلاسر سازگاری نداره و آبش به یه جونه میره، نه با هر عقلی. اینا من بارها گفتم، خیلی جاها وقتی که مولانا زیرکی میگه، عقل میگه، زیرکی های فیلسوفانه، عقلانیت هایی که در فلسفه نمودار میشه که عمدتاً هم به صورت جدل میاد و به صورت درک مفهومی از جهان میاد با طرد انواع دیگر عقلانیت. و الا عقل به معنای کلی کلمه که فهمیدن است،
این رو نه مولانا اصلا باش هیچ دشواری نداره، هیچ اشکالی درش نمیبینه. لذا اینجاها وقتی میگه عقل، همین عقل شهودی صریح است که در آدمیان است قبل از اینکه آلوده به اندیشه های فلسفی و کلامی شده باشه. یه دو بیتی براتون بخونم. میگه عقل دشنامم دهد من راضیم، زانی که فیضی دارد از فیاضیم. احمق ار حلوا نهد اندر لبم، من از آن حلوای او اندر تبم. میگه من وقتی که بحث عقل میکنم یا نفی عقل میکنم، منظورم این نیست که حماقت رو باید به جاش نشان. نه، اگر عاقل به من فحشم بده چون از روی عقل داره فحش میده، من راضیم. احمق اگر حلوا در دهان من بگذاره، من تب میکنم از اون حلوا. یعنی من وقتی که عقل رو نفی یا نقد میکنم، حماقت رو ستایش نمیکنم. یک نوع از عقلانیت است که من نمیپسندم، و الا عقل که خب مثلا تعریف آدمی این هستش که حیوان عاقل و حیوان ناطق است. به این معنا و هیچ وقت نفی نمیکنم. بفهمم. با سلام خدمت استاد گرامی، شما امروز دوباره مطرح کردین این موضوع که شخص عرب، مرد عرب عقل هستش و زن او نفس، یعنی سمبولی که این دوتا دارن. بعد توی این داستان، خب اینو قبلا هم اشاره کرده بودیم، توی این داستان خب فرد عرب میاد به نفس خودش گوش میده و عملا جلو میره، ولی با این که خب در این راه پیرو نفسش میشه، ولی در نهایت در غایت کار به یک ارزش‌های والایی دست پیدا میکنه. خب این با اون واژه‌ای که قبلا شما توضیح دادین که گفتین که کسی که سالک طریقت هستش اگر در این راه اشتباه بکنه یا گناهی هم بکنه، ولی اشکالی نداره چون در نهایت در طریقت قرار داره. ولی در این حال چند تو جلسات قبل مثال دیگه ای داشتیم توی دروس که گفتیم که بعضی وقتا بعضی اشتباهات، بعضی گناه ها در ظاهر گناه هم، ولی در نهایت به جای خوبی منتهی میشن. و مثالی که زدین، چند تا مثال زدین، یکیش که الان من یادم هست عموی پیامبر بود عباس که گفتین در جنگی وارد میشه، اسیر میشه، حالا شاید جنگ بدر بوده، اسیر میشه و بعد از اون اسلام میاره و بعد برمیگرده به مکه و جزء ستون پنجم حضرت محمد میشه. و گفتیم که خب این اول جور دیگه شروع شد ولی در نهایت مثبت بود. ولی به نظر میاد این چون عباس سالک طریقت نبود، یعنی به طور جوری که خودش نمیدونست به این راه افتاد و مسیرش عوض شد، این تو چه کاتگوری میگنجه؟ بله، این دومی غیر از بحث معصیته. یعنی بحث معصیت خجسته داریم که خب گفته بودم براتون، ولی این که اونجا این است که مقدماتی که شما نیندیشیدید و نمیدونید که به چه نهایتی منتهی میشه، این ناگهان شما رو به یه جایی میرسونه که اصلا در حساب شما در نیامده. عباس اونجا منظور گناه او نبود، اومده بود به جنگ، میخواست پیامبر رو برکنه، ریشه اسلام رو برکنه، ولی عاقبت برخلاف پندار خودش به یه جای خوبی سر در بود. چون اون مثال مولانا در ضمن مثالهای دیگه آمد، اون که همچو عرابی که آب از چه کشید، آب حیوان از رخ یوسف چشید. این که دیگه گناه نبود، عرابی آمده بود که آب بکشه از چاه، اتفاقا به چیزی بهتر از آب دست یافت که رخ یوسف. یا بهرنان، شخصی سوی نانوا دوید، داد جان چون حسو نانوا را بدید. اینم که گناه نبود، رفته بود نان بخره، اما نانوا اینقدر زیبا بود که اصلا مفتون حسن و جمال نانوا شد و نان خریدن و نان خوردن و همه یادش رفت. نه، اون یه اصلا کاتگوری دیگریه، اون یه مقوله دیگری است که مقدماتی رو شما فراهم میارید برای مقصودی، ولی گاهی به یه مقصود بهتر نیندیشیده‌ای میرسید. به اصطلاح unwanted consequences، unintended consequences. گاهی البته اون unintended consequences خوب از آب در میاد، گاهی هم بد از آب در میاد. مولانا اینجا مثال‌های خوبش رو زده، گفت محشوقم تو بودستی نه آن، لیک کار از کار خیزد در جهان. اینکه کار از کار خیزد، اون قصه و حکمت اون مثال هاست.
این غیر از این استش که آدمی گاهی بر اثر یک گناه از قضا یک بهره خیلی عظیمی میبره و شانس و بخت او رو یاری میکنه و همون گناه مثل یک خاکی که بدل به طلا میشه، ناگهان بر دارایی او میافزاید. سلام با آقای دکتر و باقی دوستان حاضر در جلسه. آقای دکتر، من یک سوال داشتم، گرچه مربوط به درس امروزم نیست، شاید این سوال تکراری باشه. فقط میخواستم بدانم که هرگاهی که شما میخواین اشعار مولانا را بس بتین یا توضیح بیشتر بتین، بیشتر به اشعار حافظ و یا سعدی میپردازین، برعکس آن چیزی که من در افغانستان متوجه شدم، بیشتر از کسایی که تفسیر مولانا را میکنن به اشعار عبدالقادر بیدل زیاد کوشش میکنن که تفسیر بکنن. میخواستم بدانم که کدام از یکی از شاعرها بیشتر نزدیکی با مولانا داره، حافظ و سعدی و یا عبدالقادر بیدل؟ والا من البته حقیقتش سعیم این استش که تفسیر مولانا به مولانا بکنم، یعنی سخنان خودش رو با سخنان خودش تفسیر کنم تا میتونم بیرون از این محدود نرم. با حافظ من تفسیر نمی کنم، مثل امروز که دیدید من گاهی مشابهتی میبینم، احساس میکنم که نکته ایست که یا حافظ به بیان دیگری گفته کمک میکنه به فهم سخن مولانا، و یا شاید اقتباسی است از سخن مولانا. اون که سعدی، خب نه، همزمان مولانا بوده، حالا نمیدونیم از یکدیگر خبر داشتن یا نداشتن، علی حال سعدی رو نمیشه به کار گرفت برای فهم مولانا اگر بخوایم به کار بگیریم. حافظ رو هم نمیتوان، چون حافظ از آثارش پیداست که گرچه که مولوی رو خونده بوده و از او اقتباساتی هم کرده، من در یه مقاله بلندی اقتباسات حافظ از مولوی رو نشون دادم که تازه جزئی از اون اقتباساته، بعدن خیلی چیزای دیگه پیدا کردم. با همه این احوال من گمان نمی کنم که چندان با مرام و مشرب مولانا همراه و همدل بوده، اون راه دیگری داشته. من در بحثای دیگری توضیح دادم که حافظ اصلا صوفی نبود، اصلا عارف نبود، نه صوفی بود نه عارف، یک اندیشه دیگه، رند بود واقعا، و اون رندی هم گرچه که مفهوم نسبتا مبهمی است، اما بالاخره یک اشاراتی که در اشعار حافظ هست میتونه ما رو راهنمایی کنه که چه جور موجودی است. حافظ بیش از اینکه از مولوی چیزی آموخته باشه، از خیام اندیشه اش رو گرفته، و همچنین برخلاف مرحوم آقای مطهری که میگفت که حافظ تحت تأثیر اندیشه های عرفانی محی‌الدین عربی بوده، این هم به نظر من قول درستی نمیاد. حالا ایشون هم البته شواهدی نقل کرده بودن در کتاب به نام تماشاگه راز که از مرحوم مطهری چاپ شده، نظریاتشون آمده که چند سخنرانی در دانشکده الهیات بود. باری حافظ رو هم نه، به نظر من نمیتوان آورد تا اینکه ما به کمک او بتوانیم مولوی رو شرح کنیم. مولوی رو باید با مولوی شرح کرد. اگر شما به عقبتر، یعنی به ما قبل زمان مولوی بخواید برگردید، خب میرسید به عطار، میرسید به سنایی، میرسید به غزالی. اینها خب پیشروان مولانا بودن و قطعا مولوی به آثار اونها نظر داشته و خوانده و از اونها اقتباساتی کرده، و به کمک اونها بعضی از اشارات مولانا رو میشه درک کرد، کمان که در همین مثنوی شما میبینید که در آغاز بعضی از قطعات و سرفصل‌ها شعری از سنایی میاره، از عطار میاره و غیره، دیگران نه. اما اینکه در افغانستان اینطوری که شما گفتید از بیدل، بله، بیدل خب چند قرن بعد از مولاناست و متعلق به همون خطه است که مولانا از اونجا برخواسته، و من البته دلیل این که از بیدل استفاده نمی کنم، چون اولا من احاطه ندارم، من بیدل رو اونقدرها نخوندم و بنابراین نمیتونم استشهاد به ابیات ایشون بکنم. دوم همین که بیدل حقیقتا سخته، یعنی زبان آسانی نداره، زبان فارسی آسانی نداره، یک جاها اشعارش تبدیل به معما میشه
و روزگار ما دیگه روزگاری نیست که ما بشینیم و معما حل بکنیم. ولی من با کمال احترام که آره بیدل دارم، مرحوم اقبال لاهوری میگن در آخر عمرش دو تا دیوانه که مثنوی و یک بیدل در کنار بسترش بود و شاید تا آخر عمرش تا وقتی که چشمانش هنوز میدید اینها رو میخوند و به کار میبرد. مطمئنم که نکته های حکمت آمیز بسیار در بیدله و احتمالاً بیدل هم به مولوی نظر داشته، ولی من آشنایی چندانی با مرحوم بیدل دهلوی ندارم. ممنون. سلام خدمت جناب دکتر و دوستان و خسته نباشه جناب دکتر. تشکر از صحبتتون. سلام جناب دکتر. فردی رو در نظر بگیرید که یک سری روایاتی رو، قصه هایی رو میشنوه، مثلا اینکه شتری از میان کوه در میاد، اینکه عده 300 سال میخوابن و بعد از 300 سال پا میشن، اینکه درختی از ریشه در میاد و حرکت میکنه، اینکه خانومی بدون آمیزش با مردی باردار میشه و همینطور میشنوه که مثلا یک دختری در گوری زیر خاشاک شب مثلا ملائکی رو میبینه و ملائکه عذابی میبینه و اینها، و یا مثلا حکایاتی که در تذکرت الاولیا هست که اون عارف داشت میرفت و مریدانش گفتن که ما را مرغ بریان باید و دست در پس خود کرد و مرغ بریان حاضر بود. چه ملاک و محکی دقیقاً این فرد باید به کار بره که اینها رو از هم تمیز بده که کدومشون عقلانی هستن، کدومشون قابل پذیرش هستن و کدوم نیستن؟ ممنون. بله، صحبت شما البته بیرون از دایره بحث‌های اینجای ماست، در واقع متعلق است به دینشناسی به معنای عام کلمه. ببینید، در اینجا ما گوینده برای ما خیلی مهمه. یعنی ما اگر به گوینده اعتماد داریم، به عقلش و به امانت داریش و به صدقش، در اون صورت میتونیم این سخنان رو از او بپذیریم. در غیر این صورت نه. ببینید، آخه بعضی چیزا هستش که ورای عقل عادیه. لازم نیست همه چیز در عقل من بگنجه. واقعا امکان داره که خیلی چیزا رو بنده فراتر از عقل من باشه اما حقیقت داشته باشه. من نباید اینطور به عقل خودم اتکا بکنم، اتکای خودخواهانه و خودمدارانه. خب شما نگاه کنید، اگر یک کسی مثلا 300 سال پیش به مردم خبر میداد و میگفت که چیزهایی ساخته خواهد شد، به هوا خواهد رفت، با وزن بسیار سنگین، 100 نفر، 200 نفر، 300 نفر در اون مینشینن، از روی اقیانوس‌ها و دریاها پرواز میکنن و در ظرف چند ساعت از این سوی کره زمین به اون سو میرن، در اونجا فیلم میبینن، چای میخورن، غذا میخورن، همه کار، و بعدم به صحیح و سالم به مقصد میرسن، کمتر عقل زمانی، بلکه هیچ عقل زمانی نبود که اینو بتونه قبول بکنه. و میگفتن این فرد شیدای دیوانه مخولیایی است که این حرفا رو میزنه. اما اینکه یه چیزی به عقل یه دورانی یا افرادی نمیرسه دلیل این نیست که اون نشدنی است. اما اینم هست البته، چون که شما میگید اگر هر آدم همین حرفا رو از هر کسی بپذیره، خب اینم دلیل کم عقلی است. خب این چنین نیست. به همین دلیل نهایت سختگیری رو در این زمینه‌ها باید کرد و فقط و فقط و فقط به گفته کسانی باید اتکا و اعتماد کرد که ما 100% به صدقشون و امانتشون اعتماد و اطمینان داریم. اگر نداشته باشیم، وقت در اون صورت نخیر. این حرفا رو باید کنار بذاریم و دور بریزیم. بنابراین تذکرت الاولیا خب از جنس مثلا چیزهایی نیست که در کتب مقدسه آمده. اونا خب حرفاییست که خب میدونیم افسانه تراشان بافتن. علی ای حال کسانی نگفتن که ما اطمینان داشته باشیم به سخنش. خیلی ممنون. از یکی عزیزان خیلی ممنون. دیدار بعد.